سلام خوش اومدید به کلاس درس فرض بکنید یک همچین تابعی داریم که یک همچین شکلی داره این محور x های من هست و این هم fx من رو در هر نقطه نشون میده حالا فرض بکنید من ازتون یک سوال بپرسم و سوالم این باشه که حد x به سمت a تابع fx رو حساب بکنید از روی شکل a ای هم این نقطه است خب بیایید با هم دیگه به شکل نگاه بکنیم حد x به سمت ای اف ایکس یعنی چی یعنی من اگر خیلی خیلی نزدیک به a بشم x من خیلی خیلی نزدیک به a بشه در این صورت چه اتفاقی برای تابع f میفته خب بیایید اول از سمت راست به a خیلی نزدیک شیم یعنی از مقادیر بزرگتر از a به a نزدیک و نزدیکتر شیم همینجوری که روی این تابع میبینید وقتی که من از سمت راست یا از مقادیر بیشتر از a به a نزدیک و نزدیکتر میشم دارم روی این قسمت نمودار حرکت میکنم و تابع f من به l نزدیک و نزدیکتر میشه دقت بکنید که در حد ما کاری به مقدار خود تابه در اون نقطه خاص نداریم چون هیچ وقت بهش نمیرسیم بلکه داریم بهش خیلی خیلی نزدیک میشیم در حقیقت با یک همسایگی محذوف سر و کار داریم از طرف دیگه وقتی که من از مقدارهای کمتر از A یا از سمت چپ نزدیک و نزدیکتر میشم به نقطه A همینطور که میبینید تابه مقدارش نزدیک و نزدیکتر میشه به مقدار K بنابراین شما اینجا یک مشکلی میتونید ببینید مشکل همینه که من وقتی که به این نزدیک و نزدیکتر میشم بسته به اینکه از کدوم سمت از سمت راست یا از سمت چپ به این نزدیک و نزدیکتر بشم دو حد متفاوت به دست میارم یک جا حدم میشه L و یک جا حدم میشه K همین اتفاق این انگیزه رو پدید آورد برای ریاضیدان ها در زمان های بسیار بسیار دور که دو تعریف دیگه ارائه بدن یکیش تعریف حد راست هست که ما اینجوری می نویسیمش حد X به سمت A مثبت FX و منظورمون این هست که وقتی که از مقادیر مثبت مقادیر بزرگتر از A از سمت راست به A نزدیک میشیم، چه اتفاقی برای حد FX میفته که اینجا می بینیم برابر با L هست، و یک تعریف دیگه هم که ارائه دادن تعریف حد چپ بود که ما اینجوری می نویسیمش x به سمت a منفی fx و منظورمون این هست که وقتی که از مقادیر کمتر از a یعنی از سمت چپ نزدیک و نزدیکتر میشیم به fx چه اتفاقی برای fx میافته و می بینید که اینجا برابر با k میشه بنابراین ما به این حد میگیم حد راست به این حد میگیم حد چپ تعریف دقیق اما به زبان فارسی حد راست و حد چپ رو من میخوام الان براتون بیارم به جایی که بنویسم میخوام بیارم اینجا که کمی در وقتمون صرف بشه خب درسته این هست بنابراین من میتونم اینجا الان اینو قرار بدم و با همدیگه بهش نگاه بکنیم حد راست اینجوری تعریف میشه که در یک تابع F اگر متغیر X که در دامنه F قرار داره با مقدارهای بزرگتر از عددی مانند A به A نزدیک بشه در دامنه F یعنی همین اتفاقی که اینجا داره میفته با مقدارهای بزرگتر از A من دارم به A نزدیک میشم و با مقدارهای Fx به عددی مانند L نزدیک شود میگیم تابع F در نقطه A حد راست دارد و این حد ال و اونو این شکلی نشون میدیم و حد چپ هم به همین ترتیب تعریف میشه میگه اگر تابع در تابع f اگر متغیر x حالا اینی که اینجا اومده نباید می اومده من اشتباه آوردم براتون با مقدارهای کوچکتر از عددی مانند a به a نزدیک شود یعنی همین اتفاقی که اینجا داره میفته و در این حالت fx به عددی مانند k نزدیک شود یعنی این حالا یعنی این اتفاقی که اینجا داره میفته میگیم تابع f در نقطه a حد چپ دارد و مقدار این حد k و اونو هم این شکلی نشون میدیم پس اینم هست دامنه f پرانتز حالا من میتونم تعریف خیلی دقیقتر و ریاضی تر حد چپ و راست رو هم مثل همون تعریف خیلی رسمی حد بنویسم البته من خیلی به این تعریف باز هم علاقه ندارم اما می نویسم که یک بار با هم دیگه دیده باشیم حد راست x به سمت a یا x به سمت a مثبت fx وقتی میگیم میشه l به صورت رسمی یعنی به ازای هر اپسیلون بزرگتر از صفر یک دلتایی بزرگتر از صفر وجود داره که Fx منهای l فاصله fx از مقدار l کمتر میشه از اپسیلون اگر این اگر الان دیگه متفاوت هست برای حد راست با حد چپ چرا؟ چون در این حالت حد راست من میدونم که x همواره از a بزرگتر هست چون من دارم از مقدارهای بزرگتر از a به a نزدیک میشم بنابراین دیگه نیازی به این علامت قدر مطلق اینجا ندارم اگر x منهای a کوچکتر باشه از دلتا و بزرگتر باشه از صفر در حقیقت من دارم با این عبارت میگم که اولا شما دارید از مقدارهای بزرگتر از ای به ای نزدیک میشید چرا چون x منهای ای مثبت هست بنابراین x همواره از a بزرگتر هست و ثانیا کوچکتر از دلتای هست که شما به من معرفی کردید بنابراین این تعریف درست مانند تعریف حد عادی هست که دیدیم شما یک اپسیلون به من میدید من باید بتونم یک دلتایی به شما بدم که در این شرط صدق بکنه و اگر در این شرط صدق کرد این اتفاق بیفته یعنی فاصله FX از ال از اپسیلون کمتر بشه به همین ترتیب شما میتونید حد چپ رو هم تعریف بکنید من دیگه نمی نویسم چون خیلی اهمیت نداره واقعا این تعریف رسمی در حد دبیرستان در حد وارد دانشگاه که بشید خیلی مهمتر میشه اما دو تا نکته دیگر رو میخوام بگم یکی این که خب ممکنه شما الان بپرسید که بالاخره تکلیف اون سوالی که تو اول از ما پرسیدی چی شد یعنی حد x به سمت a ای وقتی که من نبگم a مثبت نبگم a منفی چی میشه و من میگم که وقتی که این اتفاق میفته یعنی حد راست و حد چپ یک تابه با هم دیگه متفاوت هستن ما میگیم که تابه در آن نقطه حد ندارد پس یک تابه در یک نقطه حد داره اگه حد چپ و حد راستش با هم دیگه برابر باشن این خیلی خیلی نکته مهمی هست و یک نکته دیگه هم اینه که ممکنه بگید که یک چنین تابعی شاید واقعا خیلی کاربرد نداشته باشه یعنی من شاید در طبیعت یک چنین پدیده ای رو خیلی زیاد مشاهده نکنم و چرا من اومدم انقدر برای خودم دردسر درست کردم اولین جواب اینه که نه خیلی مشاهده میکنید و دومیش هم اینه که من الان میخوام یک مثال از یک چنین پدیده ای براتون بیارم بذارید من پس شکلش رو بیارم آها این شکلی هست که ما میتونیم اینجا بذارید بذارم مثلا روی این شکل که جای اون رو بگیره ببینید این شکلی که من اینجا آوردم چگالی آب رو در حقیقت چگالی مایه هاشتو اگر بگم بهتر هست از آب چگالی هاشتو رو مولکول هاشتو رو بر اساس دماهای مختلف نشون میده این محور محور ایکس های من دما هست و این محور چگالی رو داره به من میده و همینطوری که میبینید در دمای کمتر از صفر درجه هاشتو او یخ هست پس آیس یا یخ و در دمای بیشتر از صفر درجه هاشتو او واتر یا آب هست و همینجوری که روی شکل میبینید در صفر درجه یک جهش در چگالی آب رخ میده بنابراین اگر من از شما سوال بپرسم که حد دما به سمت صفر چگالی آب رو به من بدید شما چه جوابی میدید میگید نمیتونید به این سوال جواب بدید چون یا باید اینجا عدد مثبت قرار بگیره یا عدد منفی وقتی که دما از اعداد بزرگتر از صفر نزدیک میشه به صفر چگالی در حقیقت حد چگالی هاشتو او این مقدار هست و وقتی که از اعداد کمتر از صفر نزدیک میشه به صفر حد چگالی هاشتو او این مقدار هست و این حد اگر هیچ کدوم از این علامت ها رو نداشته باشیم این حد وجود ندارد همینجور که روی این شکل میبینید من نمیتونم بگم حد دما به سمت صفر چگالی هاشتو چقدر هست بعدا خواهیم دید که ما به یک همچین نقطه میگیم نقطه ناپیوستگی و کاربورت های بسیار بسیار زیادی در سیستم های مختلف مهندسی و طبیعی داره فعلا خدافز